در پهنه تاریخ، کانون مطالعات راهبردی افغانستان تقدیم میکند. بسم الله الرحمن الرحیم. نگاهی به حکومت تیموریان در هرات. تیموریان دودمانی از ترک تباران بودند که از سال 771 هجری قمری تا سال 807 هجری قمری در قلمرو خراسان زمین حکومت کردند. بنیانگذار این دودمان تیمور، معروف به تیمور لنگ بود که نسبش به تموچین یا چنگیز خان میرسد. تیمور یک کشور بزرگ ایجاد کرد و سرزمین ماوراءالنهر را به جایگاهی بالا رساند. ماوراءالنهر دولتی بود که تمامی خاک افغانستان امروزی و ایران امروزی را شامل می شد. از آنجایی که فتوحات تیمور جنبه هجومی داشت، توانست مرزهای خود را در سراسر آسیای میانه و خراسان از طریق کشورگشایی گسترش دهد. با مرگ تیمور، ترکان عثمانی، آل جلائر و ترکمانان تلاش کردند سرزمین‌های از دست رفته خود را به دست بیاورند. اما فرزندان تیمور موفق شدند شمال خراسان را به مدت یک سده برای خود نگه دارند. شاهرخ پسر تیمور شورش ها را فرو نشاند و کشور را آرام کرد. بعد از مرگ شاهرخ، قلمرو حکومت او به بخش های کوچک تقسیم شد و بعدها به دست صفویان افتاد. سرانجام تیموریان به وسیله ازبکان منقرض شدند و نوادگان تیمور در دوره صفویان به هند رفتند و سلسله گورگانیان هند را تشکیل دادند. در اینجا نظر مختصر می اندازیم به حکمرانان معروف سلسله تیموری. 1. تیمور لنگ. تیمور در سال 736 هجری قمری در قبیله بلاس در اولوس جغتای واقع در ماوراءالنهر به دنیا آمد. پدرش ترغای رئیس قبیله بلاس بود. در همین زمان در ماوراءالنهر چهار قدرت بزرگ وجود داشت: جلایریان در خجند، آلات‌ها در منطقه شمال افغانستان، قبیله قاوجین و قبیله بلاس در امتداد رودخانه جیهون. در سال 761 هجری قمری شخصی به نام تغلوق تیمور بر ماوراءالنهر چیره شد. بعد از تغلوق تیمور، پسر او الیاس خواجه حاکم ماوراءالنهر شد. تیمور با او اختلاف پیدا کرد و با امیر حسین قزغونی حکمران بلخ، قنداز و کابل متحد شد. امیر حسین و تیمور بعد از اتحاد به تصرف نواحی مختلف دست زدند. تیمور خواهر امیر حسین را به زنی نیز گرفت و به گرگان ملقب شد. تیمور در سال 771 هجری قمری در یک گرد همایی قدرت خود را تثبیت کرد. امیر حسین و تیمور به جنگ الیاس خواجه رفتند ولی شکست خوردند و نزد ملک معیز الدین حسین کرد، حاکم هرات، پناه بردند. اما مردم ماوراءالنهر علیه الیاس خواجه قیام کردند و او را از منطقه بیرون راندند و متعاقب آن امیر حسین و تیمور ماوراءالنهر را تصرف کردند. بدین ترتیب عمر خاندان جغتای پایان یافت. تیمور پس از آن سمرقند را پایتخت خود قرار داد و در سال 773 هجری قمری شبرغان را به تصرف خود درآورد. سپس به خوارزم لشکر کشید و آن را از حسین صوفی باز پس گرفت. بعد دنبال آن به مغولستان و دشت قبچاق لشکر کشید. بدین ترتیب تیمور به جنگ با آل کرد رفت و آنها را شکست داد و هرات را نیز زمیمه قلمرو خود ساخت. 2. خلیل سلطان.
تیمور پیش از مرگ وصیت کرده بود که نوه او پیر محمد پسر شیخ عمر جانشین وی شود. اما دیگر فرزندان تیمور این انتصاب را نپذیرفتند و به رقابت با هم برخواستند. از این رو ماوراء النهر مرکز جنگ های جانشینی تیمور شد. سرانجام خلیل سلطان فرزند میرانشاه نوه دیگر تیمور به پادشاهی انتخاب شد. خلیل سلطان سه رقیب اصلی داشت: شاهرخ، سلطان حسین و پیرحمد. سلطان حسین و پیرحمد در جنگ با خلیل سلطان کشته شدند، اما شاهرخ با او صلح کرد و بعد از عقد قرارداد صلح قرار بر این شد که شاهرخ به طور مستقل در خراسان حکومت کند. شاهرخ زمام امور را در دست گرفت و هرات را پایتخت خود قرار داد. 3. شاهرخ. دوره شاهرخ تیموری با یک صلح و آرامش قرین بود. دوره طولانی سلطنت او از لحاظ معرفت و کمال قرن طلایی دورانی است که آن را رنسانس تیموری و دوره احیای علم و دانش نام گذاشتند. در دوره شاهرخ قراقیونلوها و رهبری قرایوسف در سال 813 هجری قمری میرانشاه حاکم آذربایجان و سلطان احمد جلایر را کشتند و ولایات غربی خراسان را تصرف کردند. شاهرخ چندین بار علیه قرایوسف به غرب لشکرکشی کرد و قراقیونلوها را مطیع خود ساخت. 4. اولوغبیگ. اولوغبیگ پسر شاهرخ بود که همزمان با پدر حکومت ماوراء النهر به مرکزیت سمرقند را عهده‌دار بود. زیج سلطانی در دوره اولوغبیگ تنظیم و رصدخانه مراغه به دستور او ساخته شد. در ساخت رصدخانه مراغه افرادی چون صلاح الدین موسی معروف به قاضی زاده رومی و غیاث الدین جمشید شرکت فعال داشتند. 5. ابو سعید. پس از اولوغبیگ ابو سعید ماوراء النهر را به تصرف خیش درآورد. ابو سعید هرات را پایتخت خود قرار داد و گوهرشاد بیگم همسر شاهرخ را نیز کشت. او برای تصرف آذربایجان به خراسان حمله کرد، اما توسط اوزون حسن شکست خورد و کشته شد. سلطان حسین بایقرا و اوج حکومت تیموریان در هرات. سلطان حسین بایقرا بعد از مرگ ابو سعید خراسان را به تصرف خیش درآورد. سلطان حسین بایقرا با انتخاب وزیران چون امیر علی شیر نوایی راه را برای گسترش علم و فرهنگ، هنر و ادبیات باز کرد. او بیشتر شخصیت فرهنگی داشت تا سیاسی بودن. توجه او به فرهنگ سبب شد تا در دوره حاکمیت او کتاب‌های بسیار زیادی نوشته شود. مثلا کتاب دستور الوزراء و حبیب السیر از غیاث الدین خان میر و روضات الجنات فی اوصاف مدینه الهرات تألیف معین الدین اسفزاری از جمله آثار مهمی اند که در دوره سلطنت سلطان حسین بایقرا درباره هرات نوشته شدند. زندگی نامه سلطان حسین بایقرا در ماه محرم سال 842 هجری قمری در شمال شرقی شهر هرات چشم به جهان گشود. نسب او هم از جانب پدر و هم از سوی مادر به امیر تیمور گرگانی می رسد. پدرش غیاث الدین منصور فرزند بایقرا بود. این بایقرا از نوادگان تیمور بود که به قولی در سال 826 قمری در بادغیس به قتل رسیده است که این بایقرا را نباید با نواده اش حسین بایقرا به اشتباه گرفت. مادر حسین بایقرا فیروزه بیگم نام داشت که نواده امیر موسی بود. حسین بایقرا ابتدا در دستگاه اولوغبیگ و تحت حمایت او بود.
پس از آن که ابو سعید گرگانی به حکومت رسید، وی را به زندان انداخت، ولی او از زندان گریخت و به مرزا ابوالقاسم بابر پیوست. در سال 862 هجری قمری موفق شد استراباد را تصرف کرده و مقر حکومت خیش سازد، ولی در نبرد با ابو سعید شکست خورد. با مرگ ابو سعید در سال 873 قمری به هرات لشکر کشید و تا پایان عمر در شرق ایران مقتدرانه حکومت کرد. حسین بایقرا در 11 ذی‌الحجه سال 911 قمری در بادغیز درگذشت و در شهر هرات دفن گردید. با مرگ وی سلسله تیموریان در خراسان منقرض گردید، اما برخی از شاهزادگان تیموری حکومت‌های محلی و کوتاه مدتی را در نقاطی از خراسان و ماوراءالنهر در اختیار داشتند. نگاهی به هنر عصر تیموریان. هنر عصر تیموری یکی از مهمترین جلوه‌های هنر در خراسان و آسیای مرکزی بود. در این دوره با وجود شکلگیری نابسامانی‌های داخلی و درگیری که تیموریان با ترکمنان داشت، دوره رونق هنر و فرهنگ، تاریخ، ریاضیات و نجوم بود. در این دوره هرات، تبریز، اصفهان و سمرقند به دلیل هنرمندی فرمانروایان تیموری محلی برای تجمع هنرمندان شده بود. با تلاش شاهرخ تیموری یک کتابخانه بزرگ در هرات ساخته شد که تعداد زیادی از آثار نفیس در آن وجود داشت. برخی از هنرمندان دربار هرات در دوره شاهرخ تیموری شهرت بسیار یافتند. از جمله آنها میتوان به مولانا خلیل مصور از پیشگامان نقاشی این دوره، عبدالقادر مراغعی از استادان موسیقی و یوسف انکانی از اساتید بزرگ آواز اشاره کرد. در عصر تیموری نگارگری بالاترین درجات خود را طی کرد. هنر نگارگری در دوره تیموری با تقلید از سبک‌های شرقی که از دوره مغولان به ایران آمده بود جذب و اقتباس شد. نگارگری در این دوره استقلال خود را نمایان کرد. این استقلال انعکاسی از هنر ایرانی بود که در دوره تیمور دوره طلایی هنر نقاشی نام گرفت. زیباترین نقاشی های این دوره ریشه در مکتب هرات دارند. این نقاشی ها با حمایت شاهزاده های تیموری پیشرفت قابل ملاحظه ای کردند. خط نستعلیق فارسی در دوره جانشینان تیمور پیشرفت کرد و مراحل پایانی تکامل خود را طی کرد. همچنین در این دوره زیباترین آثار معماری خراسانی شکل گرفت. از مهمترین آثار معماری این دوره مسجد گوهرشاد در مشهد است. این مسجد با پشتوانه مالی گوهرشاد خاتون همسر شاهرخ مرزا ساخته شده است. فعالیت‌های فرهنگی سلطان حسین بایقرا. در دوره زمامداری سلطان حسین بایقرا بناهای متعدد اعمار گردید. اعمار برخی از مدرسه ها، مصلی ها، خانقاه ها و دارالشفاها در هرات و سایر مناطق خراسان گوشه ای از فعالیت های فرهنگی و عمرانی او به شمار می رود. سلطان حسین بایقرا با کتابخانی و نگهداری آثار نیز اشتیاق فراوان داشت. هنگامی که او مجبور شد اردوی خود را در خوارزم بر جای گذارد و از مقابل سپاه ابو سعید گرگان بگریزد، آنچه برای دشمن باقی گذاشت کتابخانه‌اش بود. علاوه بر مدرسه های متعددی که در آنها کتابخانه ها احداث گردیده بود، دربار او در هرات نیز کتابخانه مجلل و با شکوهی داشت و خوشنویسان چون سلطان علی مشهدی، خواجه محمد، مولانا زین الدین محمود و سایر خوشنویسان زبده در آنجا کتابت کردند. در کتابخانه سلطان حسین بایقرا بهترین نقاشان آن زمان مشغول کتاب‌آرایی بودند
که بلند آوازترین آنها استاد کمال الدین بهزاد نقاش نامدار اواخر تیموری است. مولانا حاجی محمد، مولانا محمد اصفهانی و قاسم علی چهرگشا از دیگر نقاشان مشهور در کتابخانه سلطان حسین بایقرا بودند. از جمله همه اشخاص فرهنگ دوست در حکومت سلطان حسین بایقرا باید از امیر علی شیر نوایی وزیر دانشمند او نام برد که بعد دو زبان ترکی و فارسی شعر می سرود و کتابخانه های متعددی را بنا نهاده است. مسجد گوهرشاد مشهد، چهار طاق دوره تیموری و آرامگاه تیمور از مهمترین آثار معماری بجا مانده از دوره تیموریان است.